فاجعه هوایی اوستیکای ایتالیا پس از گذشت 37 سال تحقیق همچنان در حالی از ابهام باقی مانده است. روز 27 ژوئن 1980 میلادی یک هواپیمای مسافربری ایتالیا در حالی که در مسیر شهرهای بولونیا و پالرمو در حال پرواز بود در نزدیکی جزیره کوچک اوستیکا در جنوب این کشور هدف اصابت یک موشک قرار گرفت و منفجر شد و 81 نفر مسافر و خدمه پرواز آن کشته شدند. به گفته کارشناسان آمریکا و فرانسه مسئول سقوط این هواپیمای ایتالیایی بودند. پس از گذشت 37 سال از سقوط این هواپیمای مسافربری ایتالیا همچنان به عنوان یک معمای حل نشده بین‌المللی که مطمئناً آمریکا و فرانسه در آن نقش داشتند باقی مونده. متاسفانه مقامات ایتالیایی هیچگاه نخواستند و نتونستند واقعیت این ماجرا را آنگونه که بوده افشا کنند و بگن موشکی که به این هواپیما اصابت کرده توسط کدام یک از جنگنده‌های ناتو در آسمان ایتالیا شلیک شد. به گفته رسانه‌های جمعی ایتالیا در زمان وقوع این حادثه تعدادی از شکاری‌های فرانسوی و آمریکایی در منطقه اوستیکا در حال پرواز بودند. مقامات قضایی ایتالیا 4 سال پیش یعنی پس از گذشت 33 سال از سقوط این هواپیمای مسافربری ایتالیایی علت آن اصابت موشک یکی از جنگنده‌های ناتو به این هواپیما دانستند و با تاکید بر اینکه حفاظت و حراست آسمان ایتالیا بر عهده دولت این کشور، وزارتخانه‌های دفاع و راه این کشور را ملزم به پرداخت 100 میلیون یورو غرامت به خانواده‌های این قربانیان کردند که البته تا به امروز این مبلغ پرداخت نشده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.